سلام، در این جلسه نحوه استفاده از چت جی پی تی در نرم‌افزار اکسل رو خدمت شما توضیح میدم و این رو هم مد نظر داشته باشید که حتما نباید چت جی پی تی باشه. میتونید هر AI که بخواید یا استراحان آرتیفیشال اینتلیجنسی که بخواید استفاده کنید روی اکسلتون، حتما نمیخواد که چت جی پی تی باشه. ما بات‌های هوش مصنوعی زیادی داریم که از هر کدومش بخواید با این روشی که امروز خدمت شما توضیح میدم میتونید از اونا استفاده کنید. برای استفاده از این کار در سربرگ اینزرت، یعنی تب اینزرت یا سربرگ اینزرت، بگردید دنبال این گزینه Get Add-ins. Add-ins ها افزونه هایی هستند که علاوه بر مواردی که روی نرم‌افزار اکسل نصبه میتونید موارد دیگه ای اضافه کنید. مثلا تو سربرگ هوم من فقط این گزینه ها رو دارم، میخوام دو تا گزینه دیگه هم به اینجا اضافه بشه. میام توی Add-ins، سربرگ اینزرت، Add-ins رو میزنم، Get Add-ins. اینجا رو بررسی بفرمایید. وقتی روی آل کلیک کنید تمام موارد میاد اینجا، موارد مشهور، موارد بر اساس رتبه، بر اساس نام و بر اساس تاریخ، یا بر اساس موضوع هم میتونید از اینجا ببینید که عرضم به خدمتتون آنالیز داده ها این افزونه ها قرار داده شده و مخصوص آنالیز داده ها. عرضم به خدمتتون که برای ادیت کردن نقشه ها و خب موارد دیگه ای که هست که شما میتونید ترجمه بکنید و ببینید کدومش به درد شما میخوره. اما چیزی که من میخوام اینجا بنویسم چت جی پی تی هست. چت جی پی تی، خب مشاهده میفرمایید که وقتی این عبارت رو اینجا بنویسید، دقت کنید این روی آل قرار بدید و بعد سرچ رو انجام بدید، خب این موارد اینجا لیست میشن برای شما. میبینید که هر کدوم از اینها چه کاری رو میتونه برای شما انجام بده و بر اساس مشهور بودن یا بر اساس رتبه هاشون مرتب کنیم. خب بر اساس رتبه مرتب کردم و اینجا میبینید که هر کدوم از اینها چه توانمندی هایی داره. اینا همه AI هستن یا اصطلاحاً هوش مصنوعی هستن و مرتبط با چت جی پی تی هستن. هر کدوم هم یه کاری رو انجام میده. مثلا این مورد گفته که به صورت مستقیم از چت جی پی تی در اکسل استفاده کنید برای پاک کردن، پاکسازی، طبقه بندی، استخراج، ترجمه، ادیت و نوشتن متن. خب این مورد رو میتونه استفاده. یا این مورد دیگه، اینم AI هستش دیگه، گفته که عرض فرمول نویسی در یک هوش مصنوعی اکسل با ابزاری که داره برای جنریت کردن فرمول ها در چند ثانیه و ترکیب کیفیت داده ها اگه اشتباه نکنم. اتوپایلوت اینم یک همچین کار مشابهی رو انجام میده، گذاشتن متن شما به صورت اتوپایلوت یعنی خودکار با هوش مصنوعی اوپن ای آی چت جی پی تی برای مایکروسافت آفیس. اینم همچین قابلیتی داره. آلفا شیت، عرضم به خدمتتون که پردازش داده ها در یک جمله رو انجام میده. ناملوس ای آی، اینو من نصب کردم و موفق نشدم ازش استفاده کنم، احتمالا از دسترس خارج شده. میتونید هر کدوم از اینها رو تست کنید و ببینید کدومش به درد شما میخوره و در راستای کار شما هستش. امیدوارم این آموزش مفید واقع شده باشه و بتونید ازش استفاده کنید. خب نحوه ادش هم که دیگه نیاز به توضیح نیست دیگه، یک اد میزنیم. حالا مثلا من این مورد رو میخوام، یه سری شرایط میاره اینجا که همه افزونه ها این شرایط رو دارن، سیاست ها و حریم خصوصی و اینها، تایید میکنید، ادامه رو میزنید، میره توی این قسمت هوم معمولا قرار میگیره. بعد از اینکه کانتینیو رو زدیم دیدید که الان اومده این قسمت قرار گرفته و در سربرگ هوم هستش. چت شیت که گفته که این مورد شروع شد، به اضافه شد به طور موفقیت آمیز روی ورد شما،
گفته که برای دستی میتونید از سربرگ هوم کلیک کنید روی چت شیت. خب همینه دیگه، که بعد باز روش که کلیک میکنیم یه سری توضیحاتش میاد که چطوری فعالش میشه کرد و اینها. گفته که ساین اپ کنید برای استفاده به صورت رایگان و میشه خب لاگین کنید و مراحل بعدیش رو دنبال کنید. هر کدوم از اون ادینز هایی که اینجا خدمت شما بزرگواران توضیح دادم. امیدوارم این آموزش هم برای شما مفید واقع شده باشه. لطفاً کانال رو سابسکرایب کنید تا آموزش های بعدی رو هم بتونید ببینید. موفق و شاد و سلامت باشید.